اولین سوالی که داش مواجه هستم میدونی چیه تو ایران دیگه؟ میگه قیمت دلار چند میشه. توده آدم ها قطعیت دوست دارن. قطعیت فکر کردن از شما میگیره. هر کسی که ثروتمنده اولین برداشت اینه که خب این دزده. مگر اینکه خلافش ثابت بشه. پیش بینی با پیشگویی فرق داره. پیشگویی هم میتونی بری پیش متخصص. خیلی موقع ها به من خورده گرفتن که آقا تو خیلی دیگه عوامانه صحبت میکنی. این خیلی دیگه پوپولیستیه. مفاهیمو به ساده ترین زبان ممکن بیان کردم برای اینکه دیگران بفهمن. رسالت اجتماعی ماست و اتفاقا یه جورای هنره. سلام، من امیرحسین فرزانه هستم و خیلی خوشحالم که با یک قسمت دیگه و با یک مهمون ارزنده دیگه در خدمتتون هستم. مهمون امروز ما براش احترام خاصی قائلم به واسطه تخصصش و نظر کارشناسیش در حوزه اقتصاد، فعالیتایی که داره انجام میده و یه احترام بسیار ویژه براش قائلم، چون اعتقاد دارم این آدم با فعالیتای بسیار زیادی که توی شبکه‌های اجتماعی داشته سطح سواد اقتصادی مردم ارتقا داده و به همین دلیل دوست داشتم که ازش تشکر بکنم و با یک موضوع بسیار جذاب می‌خواستم باهاشون گفتگو بکنم، اونم استمرار در یادگیریه. چون قرار باشه شما برای مدت طولانی به مردم کانتنت با کیفیت بدی، لازمش اینه که خودت مطالعات بسیار زیادی داشته باشی و بهترین کسی که میتونستم توی این حوزه پیدا بکنم و افتخار گفتگو باشه داشته باشم سیامک قاسم. قربونت، مرسی. سلام عرض میکنم خدمت تو و همه کسایی که گفتگوی ما رو میبینن. امیدوارم که گفتگومون فارغ از تعارفات مرسوم گفتگوی خوبی بشه و بتونه یه هینتایی برای آدم‌ها داشته باشه که شاید یه چند قدمی تو زندگی بتونن جلوتر برن و فکرم میکنم که اینطوری خواهد شد. من مطمئنم. من میخوام مثل اینکه یه قول و قراری از قبل مخاطبامون بذارم، بگم که قراره در مورد چه چیزایی با هم صحبت بکنیم، چون خودم خیلی دوستشون دارم. داشتم میومدم که این گفتگو رو با شما انجام بدم، بهش بارها تو ذهن خودم فکر کردم و دوست داشتم یه جوابی براش داشته باشه. در اینکه ما چقدر خوبه که تو زندگیمون استمرار در یادگیری داشته باشیم، اصلا شکی در این باره وجود نداره و من تمام شواهدش رو دارم تو شما میبینم. چون وقتی ما داریم تو مسیر موفقیت قدم برمیداریم، خیلی قابل اعتماده که تو بری بر این باور برسی که باید دانش خودتو افزایش بدی و این کارو به طور دائم ادامه بدی. این یه چیزی که در موردش حتما با هم صحبت میکنیم و خودش به اندازه کافی میتونه جذاب باشه. یه سری دغدغه هم خودم دارم. منم سالهاست که فعالیت اقتصادی انجام میدم، ولی یه موقعی با مسائل بسیار ساده‌ای روبرو میشم، میبینم من این مفاهیمو خیلی خوب بلد نیستم. از طرفی یک عالمه مفاهیم غلط، باورهای اشتباه جامعه میبینم که دوستان در مورد اینا بشینیم صحبت بکنیم. چون هدف ما از این گفتگوها این بوده که یه چیزی کادو بدیم به بقیه، در اینکه مهمونای ما بسیار آدمای شایسته و کاردرستی هستن، اصلا شکی نیست، این پیش فرض ماست. ما قراره که با هم صحبت بکنیم که یه چیزی به بقیه بدیم و من مطمئنم تو این گفتگو به این باور میرسی، یعنی اینو عملیاتیش میکنیم. امیدوارم. مطمئنم. از اولش بخوایم شروع بکنیم، همین لایف لانگ لرنینگ رو اگه بخوایم در موردش صحبت بکنیم، چون سیامک قاسمی خیلی توی حوزه شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر فعاله. خب این کانتنت ها رو تولید کردن وحی نمیشه با آدم ها. شما باید مطالعه داشته باشی، شما باید دغدغه داشته باشی و مثلا شما میبینم ساعت 12 شب یه توییت اقتصادی بسیار خوب میزنی، این چطوری اتفاق میفته؟ واقعیتش اینه که داستان برمیگرده به یه موضوعی که شاید زیاد گفته شده ولی من با یه ادبیات دیگه میخوام بهش بپردازم و اونم مفهومیه به نام پشن. چیزی که متاسفانه ترجمه انگلیسی خوب، ترجمه فارسی خوبی نداره. من خیلی موقع از اصطلاح ریل زندگی ازش استفاده میکنم. خیلی صحبت شیک و لاکچری و از این صحبت ها قرار نیست بکنیم. داستان پشن اونجاییه که شما اگر که بیفتید روش، یعنی رو ریل زندگیتون بیفتید، عملاً دیگه همه زندگیتون با اون مفهوم، با اون کانسپت، با اون علاقمندی یکی خواهد شد. ببین، من یه مقداری بعد هیستوری خودم بگم که تا کجا اینجا چی شد که به اینجا رسیدم. خب من به واسطه نظام ارزشی که در دوران دبیرستان در دور برای ماها که حالا مثلا الان 42 سالمون هستش، اون موقع وجود داشت، خب بچه‌های زرنگ باید حتما می‌رفتن یا ریاضی می‌خوندن یا تجربه می‌خوندن.
منم توی خانواده زندگی میکردم که خواهر بزرگتری داشتم که دانشگاه صنعتی شریف قبول شده بود، ریاضی میخوند، آدم خیلی باهوشی بود و توی نظام ارزشی خانواده ما من هم طبیعتاً باید ریاضی میخوندم و باید مهندسی میخوندم و مهندسی هم خوندم، مهندسی برق هم خوندم که خب خیلی مهندسی های لولی بود، تا مقطع فوق لیسانس هم مهندسی برق خوندم، بعدش کار مهندسی میکردم واقعاً چند سالی. اما ببین از همون دوران تحصیل من یادمه که حوزه علاقمندی من اونجایی که اگه ولم میکردن میرفتم میخوندم دنبال میکردم حوزه علوم اجتماعی بود اصولا. خب به موضوعات اجتماعی خیلی علاقه من بودم، موضوعات اقتصادی رو دنبال میکردم، مهندس بودم ها، ولی این حوزه ها مثلا من همش تو ایونت ها و تو میتینگ های اقتصادی و اجتماعی و اینا بودم تا اینکه بخوام تو میتینگ های فنی باشم. و بعدش هم شروع کردم کار مهندسی کردن چند سالی، ولی مهندس بدی هم نبودم، ولی زور میزدم امیر حسین برای اینکه بخوام به یه دستاورد ها و موفقیت هایی برسم. شرایطی تو زندگی من تو سن مثلا 29 سالگی اینا پدید آمد که من تونستم پشن زندگیمو پیدا بکنم و یه تغییر جهت خیلی بزرگ تو زندگی دادم. یعنی حوزه مهندسی، همه اون تجربه نزدیک 7 سال درس خوندن همه رو گذاشتم کنار و از اول در قالب یه فوق لیسانس MBA شروع کردم در حوزه مدیریت و اقتصاد درس خوندن و انقدر پشنم بود و انقدر ریل زندگیم بود که واقعیتش که سرعت حرکتم خیلی سریع بود. یعنی این احساس کردم آقا این خود منم، یعنی اصلا من آدم اینجام، مثلا اشتباه میکردم تو این 29 سال گذشته. و برای همین وقتی که پشنه رو پیدا کردم و شروع کردم تو حوزه مالی، اقتصادی، حوزه سرمایه گذاری، وقتی که مثلا MBA رو خوندم بعد دیدم که اوکی بهتر یه DBA هم بخونم به خاطر اینکه میخواستم تو حوزه مدیریت و کسب و کار یه مقدار عمیق‌تر درگیر بشم. و باورت نمیشه که انقدر از اون جایی به بعد زندگی من واقعا فرقی بین زندگیم، بین کارم، بین مطالعاتم وجود نداشته. اینا همه با هم یه پدیده بوده. یعنی وقتی که مثلا 12 شب درباره موضوع اقتصادی دارم فکر میکنم خود منم، خود زندگی منم. و برای همینه که همیشه به آدم‌های یه مقدار جوان‌تر از خودم میگم مهمترین لطفی که هر کس تو زندگی به خودش میتونه بکنه اینه که پشن زندگیشو پیدا بکنه، این ریل زندگیه رو پیدا بکنه. و واقعا شما اگر ریل زندگیتون رو پیدا بکنید، این اصلا حرف لاکچریه از این روانشناسی های زرد نیست، واقعا اگر که ریل زندگیتون رو پیدا بکنید سرعت حرکت شما خیلی سریعه. و شاید یه موقعهای آدم فکر کنن که از یه سری دوپینگایی داری استفاده میکنی، در صورتی که واقعا اینطوری نیست، تو خودتو تازه پیدا کردی. و من تجربه خیلی زیاد اطرافیانم آدمهایی هستش که حوزه تحصیلیشون رو رها کردن و شجاعانه رفتن سراغ اون چیزی که پشن زندگیشون بوده و واقعا که تعداد قابل توجهشون موفقیت‌های خیلی خوبی داشتن. من فقط اینطوری می‌بینم که این آدم از اولم جاش اونجا بوده، به خاطر یک نظام ارزشی در جامعه و باورها یک مسیر دیگه یا داشته طی می‌کرده. خیلی بخوام خلاصه پاسخ تو رو بدم، من پشن زندگیم اقتصاد و علوم اجتماعی و این حوزه هاست. برای همین شبانه روز دارم در موردش زندگی می‌کنم، فکر می‌کنم و اینا زندگی منه و زندگی 12 شب و 6 صبح نمیشناسه. خب خیلی هم عالیه. ولی میدونی ما وقتی تو جامعه نگاه میکنیم، قدیما که اینطوری بوده که آدما مثلا میرفتن یه حرفه‌ای رو یاد میگرفتن تا 20 30 سالگیشون ادامه زندگیشون همون مسیر رو ادامه میدادن. امروز دنیا خیلی فرق کرده، تو نمیتونی به اون شیوه زندگی بکنی. یا مثلا میرفتن یه رشته رو تو دانشگاه تحصیل میکردن، مثلا میشدن مهندس برق و این مسیر رو ادامه میدادن. الان اصلا اینجوری نیست، ما داریم تو دنیای زندگی میکنیم که به سرعت تغییر پیدا میکنه و این یک الزامه که شما همیشه خودتو بروز نگه داری و مطالعه رو و استمرار در مطالعه رو توی زندگیت به عنوان یک برنامه، اصلا این خودش یادگیری داره. یعنی اینکه تو باید بلد باشی که مرتب خودتو ارتقا بدی، دانش خودتو بیشتر بکنی. خب من اینا رو در سمک قاسمی به وضوح میبینم، چون وقتی شما میخواید در مورد حوزه اقتصادی که در لحظه تغییر پیدا میکنه صحبت بکنی، لازمش اینه که مرتب دانش خودتو افزایش بدی. من دلیلشو بهت بگم. ببین من در حوزه‌ای که پشنم هست پیوسته دارم میخونم، پیوسته دارم میبینم، پیوسته دارم فکر میکنم. واقعیتش اینه که من یه اصطلاحی درباره خودم دارم که اطرافیانم میتونن اینو خیلی زیاد تایید کنم، من واقعا بیش فعال ذهنی ام، واقعا بیش فعال ذهنی ام، برای اینکه خیلی زیاد فکر میکنم. ولی تو چه حوزه‌هایی؟ حوزه‌ای که پشنمه.
تو به من بگو مثلا درباره الگوهای مثلا جدید، مثلا متدولوژی جدید ورزش مثلا تو فکر میکنی؟ نه، به خاطر که پشن من نیست. و درباره خیلی حوزه‌های دیگه مثلا درباره مد و فشن تو فکر میکنی؟ نه، پشن من نیست. من در حوزه‌ای که ریل زندگیمه و پشنمه زیاد فکر میکنم، زیاد میخونم، نمیخونم که خونده باشم، اون زندگی منه اصولا. من واقعا درباره پدیده‌های اقتصادی، پدیده‌های اجتماعی زیاد فکر میکنم، حرف دارم، تحلیل دارم، درست یا غلط کاری ندارم، ولی چون زیاد فکر میکنم، زیاد میخونم و زیاد در مواجهه تجربیاتی از این جنس هستم، من این شانس رو دارم که واسطه کارم با بیزینسمن ها و صاحبان کسب و کار خیلی زیادی امیرحسین من در این سالها صحبت کردم، هم کاری کردم، شاید یه چیزایی من براشون داشتم و شاید اون ولی واقعیتش اینه که الان دارم پیش تو اعتراف میکنم یه بخش زیادی از یادگیری من از تجربیات اونها بوده. یعنی اونها تصور کردم من به عنوان مشاور دارم یه چیزایی بهشون منتقل میکنم، شاید اینطوری بوده، ولی تجربیات اونها همیشه یکی از ورودی های مهم یادگیری من بوده. وقتی من میگم رکود، رکود و نزد یه تکست اقتصادی در موردش صحبت میکنم، من دارم میبینم ملموس جلوی من پر از مثال از این جنس. برای همین تاکید دارم لرنینگ در اون حوزه پیوسته وجود داره که ریل زندگی و پشن شماست، وگرنه اگر قرار باشه شما در حوزه ای که علاقمندیتون نیست، جاتون اونجا نیست، این کار رو انجام بدید، بسیار کار طاقت فرساییه، به نظر من نمیشه استمرارش داد. یادگیری رو ما در موردش صحبت میکنیم، لزوما کتاب خوندن رو نمیگیم، ما از اینکه در معرض خودمون رو قرار بدیم یاد میگیریم، ما در ارتباطمون با افراد مختلف یاد میگیریم، از خانوادهمون یاد میگیریم، از جامعه یاد میگیریم، مدرسه اون سری چیزا یاد داده. موضوع اینه که این یادگیری باید آگاهانه باشه، بدونیم که داره این اتفاق میفته و این دیتا رو ازش استفاده بکنیم. من یه نکته بهت بگم، خیلی نکته خوبی دست گذاشتی، این یکی از چالش های جامعه ماست. جامعه ما به شدت سطح مدرک گرایی توش از بسیاری از جوامع توسعه یافته بالاتره و من فکر میکنم این مارکتینگ نظام آموزشی و دانشگاه های ایرانه اصولا. به من میگن که تو نباید درباره اقتصاد اثر نظر بکنی به خاطر اینکه PhD اقتصاد نداری. من میگم که اوکی، من PhD اقتصاد ندارم، ادعایی هم نداشتم که هیچوقت PhD اقتصاد دارم، ولی به واسطه تجربه، به واسطه شاید بیشتر از 10 سال کار مشاوره کردن و به واسطه کارهایی که و مطالعاتی که این وسط بوده، بیشتر از این که شما ببینید من با چه مدرکی دارم صحبت میکنم، ببینید من چه حرفی دارم میزنم. یه مثالی زدم یه موقعی توی توییتر که خیلی سر و صدا کرد، که البته قیاس مال فارغه، من با اون آدم قابل مقایسه نیستم، ولی گفتم ببینید رها شدن از مدرک یعنی چی. یکی از مهمترین شخصیت‌های اقتصادی جهان که تصمیم گیریش رو کل اقتصاد جهان تاثیر داره، این آقای پاول، رئیس فدرال رزرو یا همون بانک مرکزی آمریکاست، که خب مشخصه دیگه رئیس بانک مرکزی آمریکا یعنی چی، یعنی هر تصمیمش، هر کلمه‌اش، هر عدسه و صرفه‌اش کل اقتصاد جهان رو میتونه بالا پایین بکنه. ایشون اقتصاد نخونده اصولا، ایشون حقوق خونده، خب ولی خب سالها در مؤسسات بزرگ مالی جهان و آمریکا کار کرده و تجربیات خیلی عجیبی در حوزه فایننس داره، ولی امروز در جایگاهی قرار گرفته که شما تو ایران بگید که آقا رئیس بانک مرکزی اقتصاد نخونده باشه، کلا اصلا میگن یعنی چی، مگه وجود داره؟ ولی اون جامعه عبور کرده از این موضوع، اون جامعه کاراکتر پاور، دانشش، نوع نگاهش به اقتصاد مهمه، نه اینکه چی خونده باشه. و این موضوعی که ما هنوز درگیرشیم، اون چیزی که در حوزه دانش بهش میگن تاسید نالج یا ایمپلیسید نالج اصولا، یعنی اینکه شما دانشتون یک دانش ضمنی است که از تجربه، از مواجهه با پدیده ها و مطالعات عمومی ایجاد شده، یا رفتین دانشگاه درس خوندید، مثل یه سری زونکن شدید توی کتابخونه و یه سری داکیومنت ها دارید. ما هنوز عبور نکردیم از این موضوع، این هنوز از این موضوع عبور داره میکنه. ببینید من یادم نمیاد آخرین باری که از یکی از کسایی که قرار بوده با هم کار بکنیم پرسیده باشم که مدرک چیه، تقریبا دیگه اصلا اهمیتی نداره. اگرم پرسیدن فقط برای یه سری اطلاعات اولیه است، تو تصمیم گیری مثلا تاثیرگذار نبوده. آره اینو قبول دارم، چیزایی که خود من امروز یاد گرفتم تو یوتیوب یاد گرفتم. و یه موضوع خیلی مهم، من وقتی الان در مورد سیامک قاسمی حرف میزنم، برای من یه متخصص بسیار کاردرست اقتصادیه، فعالیتاشو سوشال مدیا داره اینو نشون میده، شرکت های بزرگی دارن باش کار میکنن اینو نشون میدن و ما داریم توی دور زمانه بسیار جالبی زندگی میکنیم. اصلا مهم نیستش که آدما کیان،
مهم اینه بقیه در موردشون چی فکر میکنن. الان شما رو دارن اینجوری در موردتون فکر میکنن. این که مثلا یه نفر بیادش بخواد اصرار بکنه که تو پی اچ دی اقتصاد نداری نظر نده، مهم اینه که شما نظر میدی رو بقیه هم تاثیر داره. من روی خودم اصلا مهمترین مسئله اینه که تو همه چیز رو اول توی خودت کشف بکنی. من الان حرفای سیامک قاسمی برام مهمه، بهش توجه میکنم، شاید در جا باور نکنم ولی داره باعث میشه که فکر بکنم در موردش. من یه سری چیزا رو نسبت بهش آگاه شدم از طریق سیامک قاسمی. خب اینا داره در من اتفاق میفته، قطعا آدمایی که شبیه من هستن تعدادشون بیشتره و ما اینجوری فکر میکنیم. ما به این فکر میکنیم که سیامک قاسمی کسی که باید پای حرفش بشینه. من قبول دارم نسل جدید مقداری ساختارش عوض شده، یعنی اینکه من قبل از جلسه مثالی بهت زدم که یکی از دوستان نزدیک من که یه شرکت نرم افزاری خوبی توی ایران داشت برام تعریف میکرد که یه بار یه برنامه‌نویسی رو استخدام کرده بود که این توی دانشگاه تاریخ خونده بود، یعنی یکی از بی ربط ترین رشته ها به حوزه اپلیکیشن و سافتور و این داستان ها، و این پسر کلن توی یوتیوب برنامه‌نویسی یاد گرفته بود از صفر تا صد توی یوتیوب. و اون میگفت اون چند ماهی که به شما کار میکرد این آدم انقدر نبوغ داشت که اولا من مطمئن بودم که این پیش ما نمیمونه و مطمئن بودم که از پیش ما بره جاهای خیلی خیلی عجیب غریبی خواهد رفت. و به من میگفتش که من اونو فالو میکنم و با هم در تماسیم و امروز مثلا تو سیلیکون ولی داره تو یکی از شرکت‌های زیرمجموعه اپل داره کار برنامه‌نویسی میکنه، ولی تاریخ خونده نمیدونم تو دانشگاه آزاد توی ایران توی جایی. روش‌های یادگیری تغییر کرده. این به معنی نیست، این به معنی پوپولیسم یا عوام‌گرایی نیست. من معتقدم ما باید به حرف گوش کنیم نه اینکه چه کسی این حرف رو میزنه. یکی از دوستان نزدیک منم دیگه یه موقعی چیزی حرف خیلی خوبی به من میزد، خیلی تو ذهنم مونده، میگفت من اسم آدم‌ها یادم نمیمونه ولی حرفاشون یه حرفایی تو ذهنم یادم میمونه، به خاطر اینکه واقعا تو زندگی یاد گرفتم که حرفا رو نگاه بکنم نه اینکه کی داره این حرفا رو میزنه. ولی خیلی از ما هنوز اینطوری نیستیم، یعنی حرفا رو از گوینده قضاوت میکنیم. اما برگردم سر جاش، لرنینگ بلند مدت و آموزش بلند مدت و سلف لرنینگ اونجای اتفاق میفته که شما پشن زندگیتون باشه، وگرنه شما رو به زور نمیشه مجبور کرد که یاد بگیرید یاد بگیرید یاد بگیرید. من یه چیزی در مورد دانشگاه و یوتیوب بگم. اصلا یکی از دلایلی که من اومدم توی یوتیوب شروع کردم فعالیت کردن زمانی بود که آگاه شدم که چقدر این پلتفرم بی‌نظیره و چقدر من تا حالا از یوتیوب یاد گرفتم، خیلی بیشتر از تمام دوران تحصیلم در دبیرستان دانشگاه. چیزی که یوتیوب به من داده ارزشش برای من فوق‌العاده بود، اصلا این منو تحریک کرد که بیام تو فضای یوتیوب فعالیت بکنم. و مدرک تحصیلی امروزه به اعتقاد من و خیلی از آدمای دیگه برای دانشگاه‌های عادی که اصلا دیگه فرقی نداره، بله میمونه یه سری از دانشگاه‌هایی که خیلی درجه یکن و اگه قرار باشه یاد بگیری همه جا تو یوتیوب میتونی هر چی که بخوای میتونی یاد بگیری، با این تفاوت که مدرک دانشگاه‌های خیلی بزرگ مثل کالای لوکس میمونه الان که کار هر کسی نیست بخرتش، یعنی هر کسی نمیتونه سوار مثلا لامبورگینی شه فراری شه، هر کسی هم نمیتونه بره مثلا دانشگاه برکلی. دقیقاً هم شده یک نشونه ای از یک کالای لوکس، دقیقاً داره به این سمت میره، در حالی که شما اگه صرفاً بخوای یاد بگیری جای دیگه هم میتونی بری یاد. همین. ما هر چقدر در مورد ارزش یادگیری بگیم کمه، یعنی اصلا ما یه اپیزودی هم داشتیم در مورد نوع نگاه کردن آدم و ساختار ذهنیشون و مایندستشون که مایندست رشد داشته باشن، یعنی ساختار ذهنیشون رو به رشد باشه و اون اینجوری داره القا میکنه و بر این باوره که شما همیشه میتونی یاد بگیری و وقتی یاد میگیری موقعیت‌های بهتری تو زندگی برات فراهم میشه، ارتباطات بهتری برقرار میکنی، شانس بیشتری خواهی داشت و تجربیات بسیار با کیفیت تری خواهی داشت. اینا هر چقدر ازش بگیم کمه ولی خیلی راحت میتونیم بهش برسیم. من دوست دارم از این فرصت استفاده بکنیم به یک باورای غلطی که توی جامعه هستن بپردازیم و بیایم اتفاقا کمک بکنیم یکم اینا رو تغییر بدیم. برای من این بخش گفتگومون یک دنیا ارزش داره، اونم اینه که ما تو جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که همچنان ثروت و اخلاقیات رو داره در تضاد هم میبینه. قبلا هم تو دنیا اینطوری بوده ولی 2300 سال از زمان آدم اسمیت این داستان برچیده شده، یعنی اتفاقا اون آدم اومده به عنوان یک فیلسوف، به عنوان یک آدم اقتصاددان اومده به دنیا اعلام کرده که ثروت
اتفاقا کاملا همسو با اخلاقیاته. چرا؟ چون کسی که از راه صحیح داره پول در میاره، داره همراه با ثروتمندتر شدن خودش روی زندگی خیلی دیگه تاثیر مثبت میذاره. این عین اخلاقیاته. ولی ما هم داریم توی جامعه زندگی میکنیم که بچه پولدار بودن وقتی ما بچه بودیم یک لیبل منفی بوده، همچنان وقتی که میخواین کس رو زیر سوال ببرن با پولداریش زیر سوال میبرنش. این شرکت‌های بزرگی که الان دارن تو ایران کار میکنن، سالها دارن تلاش میکنن برای اینکه به اینجا برسن، با کوچکترین اتفاقی تمام زحماتشون که هزاران نفر دارن ازش بهره میبرن، چه مستقیم چه غیر مستقیم زیر سوال میره. و این از اونجایی میادش که همچنان مدیای ما تو این کشور وقتی مثلا داره یک فیلم سینمایی نشون میده، سریال نشون میده، آدم بده، آدم پولدار است و اون کسی که اوضاع مالی خوبی نداره، اون کسی که ارتباط خیلی خوبی با خدا داره، آدم شریفیه، اونی که پول داره نشون داده میشه که حتما از راه غلط داره پولدار میشه. اصلا آدما یادشون رفته تو با تلاشت هم میتونی پولدار بشی و این ارزنده است. شما اگه با تلاشت ثروت آفرینی داری میکنی، حتما تو این مسیر داری خیلی دیگر هم درگیر میکنی و باعث بهبود زندگی اونا میشی. و این تناقض بین ثروت و اخلاقیات تو این کشور همچنان وجود داره و این خیلی فرصت خوبیه که در مورد این موضوع با هم صحبت بکنیم. ببین درست داری میگی. من میتونم اول تحلیل کنم که چرا اینجوریه. دلیل اولا یه دلیل تاریخی داره به نظر من. در 50 سال اخیر در ایران خب تفکرات ضد سرمایه‌داری، تفکرات چپ ضد سرمایه‌داری یک موقعی تفکر غالب جریان روشنفکری در ایران بوده. مثلا در دهه 30، دهه 40 خورشیدی که داریم صحبت میکنیم، خب تفکرات ضد سرمایه‌داری ارزش بوده و ضد سرمایه‌داری نشانه روشنفکری بوده و برای همین این نگاه ضد سرمایه‌داری در جامعه ریشه های فرهنگی از اونجا داره. ولی وقتی جلوتر میایم، جامعه وقتی فقیر میشه و یه بخش زیادی از جامعه بر اساس آمارها دچار فقر میشن و دو قطبی میشه، معمولا طبقه فقیر یک نگاه انتقام جویانه نسبت به طبقه سرمایه دار داره و به قول تو رسانه هم داره به این نگاه دامن میزنه. موضوعی که ما تو ایران داریم و متاسفانه در موردش خیلی صحبت نمیشه اینه که موضوع ما ثروت نیست. اون چیزی که ضد ارزشه روش‌های دور زدن برای ثروت، به ثروت رسیدنه. موضوع ما فساده، موضوع ما رانته. اینها ضد ارزشه، ثروت ضد ارزش نیست. این هم مثل همون کانسپت است که شما نمیتونید، مثل همون کانسپتی که من میگم که نبینید کی چی میگه، ببینید چه حرفی داره میزنه. موضوع اینه که ببینید ثروت به ذات اصلا بد نیست و اتفاقا اگر جامعه ما به سطحی از بلوغ برسه باید این موضوع رو بدونه که خارج شدن از لوپ فقر فقط با تولید میتونه اتفاق بیفته. تولید به معنی این که همون چیزی که ما تو اقتصاد بهش میگیم تولید ناخالص داخلی یا رشد اقتصادی، این چیزی که ما، من بهش میگم تله رکود. ما الان تقریبا بیشتر از 10 ساله که در تله رکود تو ایران گرفتاریم، یعنی میانگین رشدهای اقتصاد این کشور در 10 سال گذشته تقریبا نزدیک به صفر بوده. ببین وقتی کشور تو این شرایط قرار میگیره یه بازی با جمع صفر شروع میشه. یعنی چی؟ یعنی تو اگر پولدار میشی به قیمت اینه که من فقیرتر بشم و جمع ارزش ذاتی دارایی های آدم یک جا، آدم های یک جامعه برابر با صفره. اگر قراره از این تله در بیایم باید رشد اقتصاد ایجاد بشه، یعنی کیک اقتصاد جامعه باید بزرگ و بزرگتر بشه که ثروتمندتر شدن تو به معنی فقیرتر شدن من نباشه. ثروت با سرمایه ایجاد میشه، یعنی رشد با سرمایه ایجاد میشه و سرمایه یعنی ثروت مولد. شما باید بتوانید که کارخونه ایجاد بکنید، باید بتونید سرمایه گذاری بکنید، باید بتونید اشتغال ایجاد بکنید. اینا با ثروت ایجاد میشه. جامعه فقیر نمیتونه اشتغال ایجاد کنه. جامعه فقیر بدون ثروت و سرمایه نمیتونه رشد اقتصادی پایدار ایجاد بکنه. ولی متاسفانه دارم میگم توی جامعه ما به خاطر اینکه یک نگاه بدبینانه طبقات فرودست به طبقات فرادست دارن و چون مثال‌ها و مصداق‌های زیادی از فساد و رانت تو ذهنشون هست، هر کسی که ثروتمنده اولین برداشت اینه که خب این دزده کلا
مگر اینکه خلافش ثابت بشه. خب این متاسفانه این نظام ارزشی شکل گرفته و مدیام داره بهش دامن میزنه، در صورتی که ما همه اون باید بدونیم مستقل از اینکه اصلا کجای اقتصاد هستیم، برای تولید و برای خارج شدن از این تله باید انباشت ثروت تو کشور اتفاق بیفته. انباشت ثروت یعنی سرمایه گذاری، یعنی سرمایه گذاری مولد، یعنی رشد اقتصادی. ولی متاسفانه اینطوری نیست دیگه، یعنی ما نه تنها انباشت ثروت نداریم بلکه خیلی موقع ها چون فضا رو برای سرمایه گذاری های مولد هم جور نمیکنی، خروج ثروت داریم. این همه آماری که از خروج سرمایه در کشور داره صحبت میشه، یکی از دلایلش همینه دیگه، امکان ثروت مولد در جامعه سلب شده، دلایل اقتصادی داره. اما خلاصه جمع‌بندی بکنم، جامعه برای اینکه از تله فقر خارج بشه نیاز به ثروت داره. ثروت یعنی سرمایه گذاری مولد، سرمایه گذاری مولد یعنی تولید، تولید یعنی رشد اقتصاد، رشد اقتصاد یعنی کاهش بیکاری، افزایش درآمد سرانه و خروج بخش قابل توجهی از مردم از فقر. من که کیف میکنم، من دوستان میگم برای بچه‌ها اینو سادهش بکنم، ما این مفهومی که داریم به اسم کیک اقتصاد اینجوری که ما فهم کنیم این یک کیکه و اگر من یه تیکشو بردارم سهم سیامک رو ازش کم کردم، این چیز ثابتی نیست. بحث رشد اقتصادی یعنی اینکه چیکار بکنیم که این کیک بزرگتر بشه که به همه سهم بیشتری برسه. اصلا اگه قرار باشه با این روند افزایش جمعیت به آدما این کیک برسه، این باید بزرگتر بشه. اگه بزرگ نشه همه سهمشون کوچیکتر میشه، فقر از بین نخواهد رفت. اگر این قرار بزرگ نشه سطح زندگی آدما هیچ وقت بیشتر نمیشه. و یکی دیگه از همون مسائلی که باید بهش اشاره کنیم که خب جمعیت هم داره زیاد میشه. ما الان به خاطر افزایش جمعیت باید این کیک رو بزرگترش بکنیم، ما به خاطر افزایش رفاه باید اینو بزرگترش بکنیم و برای برچیدن فرق باید اینو بزرگتر کنیم. حالا چطوری اتفاق میفته؟ همین داستان رشد اقتصادیه. رشد اقتصادی به زبان ساده اینه که وقتی یه سرمایه تولید میشه برگرده دوباره بخشیش این کیک رو بزرگتر بکنه. این اتفاقی که ما نمیفته تو کشور. ببین تولید ناخالص داخلی دقیقاً همینه دیگه، یعنی ما میگیم میزان کالاها و خدمات نهایی که در طی یک بازه زمانی در یک اقتصاد در یک منطقه جغرافیایی ایجاد میشه. یعنی فرض کنید که موضوع قیمت رو بذارید کنار کلا، یعنی تولید یعنی این، یعنی مستقل از قیمت، من امسال به عنوان یک کارخانه دار دارم مثلا 1000 تا دونه پیچ تولید میکنم، سال دیگه میشه 1200 تا، سال بعد میشه 1300 تا. وقتی تولید داره شکل میگیره از اون ور تقاضایی هم باید وجود داشته باشه دیگه، و این یعنی بزرگ شدن تعداد مستقل از قیمت کالاها و خدمات عمومی که در اقتصاد داره ایجاد میشه، و این یعنی دقیقا همون کیکه، یعنی اندازه و سایز و ظرفیت اقتصاد داره بزرگ میشه و بازی برنده برنده در اقتصاد وقتی ایجاد میشه که رشد اقتصادی شکل بگیره. برای همین هم هستش که ببین همچنان در طی مثلا 50 سال گذشته در اقتصاد جهان خیلی شاخص ها رو آوردن برای اینکه کشورها رو رنگ کنن که کی جلوتره کی عقبتره. شاخص هایی که مثلا پیچیدگی اقتصادی اومد در طی 10 سال گذشته، خیلی شاخص های دیگه اومد، ولی همچنان تولید ناخالص داخلی یعنی سایز این کیکه که داریم صحبت میکنیم و رشد اقتصادی یعنی نرخی که این کیکه داره بزرگتر میشه ولیدترین شاخصیه که بشود اقتصادهای کشورها رو بر اساس بهتر یا بدتر سورت کرد. یعنی این همچنان معتبرترین شاخص اقتصادی اینه. میگن آمریکا اقتصاد اول دنیاست به خاطر اینکه اندازه اقتصادش، اندازه ظرفیت تولید و خدماتی که در یک سال داره اونجا شکل میگیره 25,000 میلیارد دلاره اصولا. یعنی همچنان دارن بر اساس این ظرفیت کشورها رو میسنجن. ولی برگردم نکته تکمیل کنم، برای رشد اقتصادی سرمایه لازمه، برای سرمایه انباشت ثروت لازمه، و برای انباشت ثروت ما باید ثروت رو یک موضوع ارزشمند در جامعه بدونیم. اون چیزی که باید باش مقابله بشه روش‌های غیر قانونی و غیر اخلاقی به ثروت رسیدنه. ما فکر کنیم که الان زمان متوقف میشه، یه ثروتی وجود داره، این تولید شده، ثروتی که تولید شده این قرار برگرده بخشش بشه کارخونه، دوباره مولد باشه، خودش بخشی از این پولی که ساخته شده خودش بیاد دوباره شروع کنه پول درست کردن. بعض وقتا این سرمایه گذاری توی افزایش دانشه، یعنی شما میای یه کاری میکنی مثلا به جای اینکه بری چاه نفت بزنی میری سعی میکنی مثلا دانشتو بیشتر بکنی که نیروگاه های خورشیدی را بندازی. این دانشه هست که داره دوباره تولید میشه و باعث شده که در آینده هم ازش بهره ببرن. این اتفاقی که باید اتفاق بیفته. حالا ممکنه این ثروت تولید شه، شما بگی من اینو طوری خرج میکنم که مردم شهرم به هم رأی بدن،
یعنی به جای اینکه ببریش تو مسیر اینکه تولید اضافه داشته باشه و این کیک رو بزرگتر بکنه، در مسیر منافع خودت یا یه گروهی بخوای اینو هزینه بکنی، اینجاست که بیچاره میشیم. باشودی دقیقاً. و من کیف میکنم داریم با هم الان صحبت میکنیم. آره همینطور. یه اتفاقی میخوام ببرم سمت سیامک قاسمی. سیامک قاسمی مرتب داره کانتنت اقتصادی تولید میکنه و بعضیاش محقق میشه، بعضیاش نمیشه. من دیدم که شما یه پیش بینی میکنی و اون اتفاق نمیفته. بعد میگن دیدی گفتی، دیدی اونی که بعد اتفاق میافتاد نیفتاد، تو که پی اچ دی نداری اینجوریه، تو که پی اچ دی. اول من تکلیف ما با مخاطبمون روشن میکنم در مورد یک سری از نظام‌های اطلاعاتی. شما مثلا در مورد آب و هوا باید بری یک نظام پیچیده اطلاعاتی رو بررسی بکنی که مثلا بفهمی هفته دیگه این موقع قرار بارون بیاد. خودت هم بکشی بدونی ندونی هر کار بکنی بارونه میاد. شما هم دونستن و ندونستنت براش فرقی نداره، تأثیری روی اون اطلاعات نداره. اقتصاد اینجوری نیست، اقتصاد در لحظه تغییر پیدا میکنه. شما یک سری عوامل رو بررسی میکنی و یکی ممکنه به یکی بخنده، برقای یه جا بره، یکی با یکی دست بده، یکی با یکی دست نده، و تمام اون عواملی که شما در لحظه مورد بررسی قرار دادی، اینا واکنشاش از کنترل انسان خارجه. مهم اینه که ما وقتی مثلا سیامک قاسمی و دوستا و همکاران شما رو میبینی، هیچ کس همه چیز رو نمیدونه. طبیعت. باید یه چیزی رو در نظر گرفت. پیشبینی با پیشگویی فرق داره. پیشبینی بر اساس یه سری دیتا هست که ممکنه تغییر بکنه در طول زمان. پیشگویی هم کار فالگیره، یعنی میتونی بریم بشه فالگیر واسه تو مثلا فال بگیره یه چیزایی رو بهتون بگه. این داستان به یکم میشه. آره ببین واقعا چون همین جمله طلایی که خودت گفتی و بعد بهش ادامه بدیم و بهش پروبال بدیم. پیشبینی با پیشگویی متفاوته. خب ما وقتی داریم پیشبینی میکنیم تو اقتصاد و تو علوم اجتماعی، اقتصاد بیشتر به خاطر اینکه عدد و رقم توش وجود داره، داریم بر اساس یک سری عوامل در سطوح مختلف و یک سری دانش و یک سری تحلیل و یک سری تجربه، یک سری روندهایی رو داریم پیش بینی میکنیم و داریم میگیم پیش بینی میکنیم، یعنی داریم یه مقداری آینده رو یه مقداری شاید بهتر از دیگران میبینیم. داستان پیش بینی اینه که همیشه یک درصدی از انحراف توش وجود داره، یک درصدی از خطا توش وجود داره و عواملی میتواند شکل بگیرد که در دایره آگاهی شما نبوده در زمانی که داشتیم پیش بینی میکردیم. من قبل از جلسه بهت گفتم ببین وقتی که همه سازمان های بزرگ دنیا که شاید مثلا دپارتمان های فورکاستینگشون صدها نفر آدم دارن کار میکنن، درباره اقتصاد آمریکا، اقتصاد چین، در همه رشد اقتصادی جهان روزها، سالها، ماها دارن کار میکنن و پیش بینی داشتن، ولی یه دفعه پدیده‌ای به نام کووید شکل میگیره و جهان دو سال میره توی یک شرایطی که همه پیش بینی ها رو به هم میریزه، اصلا لایف استایل زندگی اقتصادی رو تغییر میده و شما نمیتونی مثلا به IMF صندوق بین‌المللی پول بگی ببین نتونستی درست پیش بینی بکنی رشد اقتصادی رو، به واسطه اینکه خب عوامل تغییر کرده، شرایط تغییر کرده. این فهم امروز در نظام‌های توسعه یافته وجود داره که فورکست ها رو با درصدی از تحقق مرور بکنن. همین الان سازمان های بزرگ دنیا مثل همین IMF که بهتون مثال زدم، یا مثلا مؤسسه بزرگ گلدمن ساکس و آمریکا، که اینها پیش بینی دارن برای قیمت های مختلف، برای قیمت جهانی نفت، قیمت جهانی طلا، ارزها در جهان، مثلا هر سه ماه به سه ماه یک پیش بینی های جدیدی ارائه میکنن و پیش بینی های قبلی خودشون رو مودیفای میکنن و کسانی که دارن از این پیش بینی استفاده میکنن با این موضوع همراه میشن، نمیچسبن به پیش بینی ها. پیش بینی ها رو به عنوان یه دیتا بغل بقیه دیتا هاشون میارن برای اینکه تصمیم گیری دقیق تری داشته باشن. این که ما بخوایم که پیش بینی رو تفسیر به پیشگویی بکنیم، خیلی موقع به من همیشه اولین سوالی که باش مواجه هستم در سطح عمومی، حالا آدما بیرون خیلی موقع منو میشناسن، لطف دارن، اولین سوالی که داش مواجه هستم میدونی چیه تو ایران دیگه؟ میگه قیمت دلار چند میشه؟ یعنی این دیفالت کلا سوال اولیه که هر کی منو میبینه. من همیشه به شوخی میگم که مثلا میگن قیمت دلار آخر هفته آخر سال چند میشه، من میگم مثلا 25 اسفند قبل از ساعت 12 ظهر داری میگی یا بعد از ساعت 12 ظهر داری میگی؟ چون این نگاه به اقتصاد پیشگوییه، ما بهش میگیم پیشبینی نقطه‌ای. این اصلا قابل
تفسیر نیست، قابل ارائه نیست. اگر کسی این کارو داره میکنه، متاسفانه باید بگم کار غیر حرفه‌ای و غیر علمی داره میکنه. خب این رمالیه، این کار اقتصادی نیست، این پیش بینی نیست. کار متخصص اینه که روندها رو برای دیگران باز بکنه، بگه به این دلایل، به این دلایل، به این دلایل پتانسیل افزایش قیمت ارز در اقتصاد ایران زیاده، پس مواظب باشید اگر قیمت ارز افزایش پیدا کرد دچار زیانهای سنگین نشید. مثلا من اصطلاحی دارم میگم گارد بیزینساتون رو طوری ببندید که قیمت دلار رفت بالا نگید وای خاک تو سرم کنن من زیان کردم. آمادگی رو باید ایجاد بکنید. کار متخصص اینه. ولی تو جامعه ایران هرچی شما با قطعیت بیشتری درباره آینده صحبت کنی، خیلی موقع آدم ها بیشتر خوششون میاد. کلن دیدی کلن آدم ها و توده آدم ها قطعیت دوست دارن. چرا؟ قطعیت فکر کردن از شما میگیره، میگه آقا فلانی گفته دلار مثلا 70,000 تومانه دیگه 25 اسفند تموم شد. و ما چون ناخودآگاه ذهنمون دوست داره که قطعیت بگیره و با قطعیت خوشحاله، میریم سراغ صحبت‌های قطعی. برای همین آدمایی که قطعی و محکم صحبت میکنن همه میگن ببین چه اقتصاددان خوبیه، چقدر محکم صحبت میکنه. در صورتی که جامعه اگه به یه سطحی از بلوغ برسه میفهمه که درباره آینده به خاطر اینکه در ذاتش عدم قطعیت وجود داره نمیشه قطعی صحبت کرد. اگه کسی قطعی صحبت کنه یه جای کار میلنگه. هوشمندی اینه که روندها رو بتونیم ببینیم، پیش بینی ها رو ببینیم و یک فرض هم همیشه گوشه ذهنمون باشه که اتفاقاتی میتونه بیفته که اون روندها رو تغییر بده. من با عنوان متخصص متعهدم که بگم آقایون خانوما یه اتفاقات جدیدی افتاده، یه کوویدی شکل گرفته، یه اتفاق مثلا اینطوری، مثلا اون چیزی که مثلا نیکولاس طالب تو اون کتاب معروف قوی سیاه میگه دیگه، یعنی میگه که یک پدیده هایی شکل میگیره که شما اصلا در ذهنتونم نمی گنجیده ولی وقتی شکل میگیره کل روندها رو میتونه عوض بکنه. برای همین من همیشه توصیه‌ام به آدم‌ها اینه که پیشبینی‌ها رو بشنوید ولی بهشون نچسبید. یعنی نگید که آقا پس اینطوریه من دیگه گوشه و چشممو میبندم و فقط بر اساس این میرم جلو. درست باید همراه بشید و تغییرات هم تو پیشبینی‌ها ببینید. خب به من که واقعا داره خوش میگذره ها، ولی دوستان در مورد تغییر که داریم صحبت می‌کنیم همین روزا هم یه عاملی بروز پیدا کرده، قبلا هم بود، خیلی سرعتش بیشتر شده، اونم هوش مصنوعیه، داره همه چیز رو تغییر میده. ما می‌بینیم که خیلی از چیزها رو داره جایگزینش میشه و راه حل‌های جدید آسان‌تر واسش ارائه میده. منم دارم به این فکر می‌کنم، مثلا یه کسی که با عشق و علاقه داره امروز میره دانشگاه برای اینکه پزشک بشه، اصلا خبر نداره 10 سال دیگه این هوش مصنوعی در حوزه پزشکی داره چی کار میکنه. خیلی دغدغه جدیه، خیلی دغدغه جدیه. یکم در مورد این گپ بزنیم. ببین یه مثالی من همیشه بهش فکر میکنم، میگم که قبل از اینکه فناوری عکاسی ایجاد بشه توی دنیا، تکنولوژی دوربینای عکاسی ایجاد بشه، توی پاریس توی میادین مختلف سری آدما وجود داشتن که چهره آدم ها رو نقاشی می کردن، نه به واسطه خلق یک اثر هنری، به واسطه این که مثل داکیومنت به تو بدن بری مثلا اداره ثبت احوال شناسنامه بگیری، بری اداره مالیات کارتو بکنی، چون که از تو دقیقا یک تصویری می خواستن برای این که تو داکیومنت های تو بذارن. ولی وقتی که عکاسی ایجاد شد کلن نقاشی از بین نرفت، ولی مفهومش عوض شد، شد یک هنر، نشد یک ابزار، یک فرایند روزمره. فناوری ها و نوآوری های جدید خیلی موقعا شکل خیلی چیزها رو تغییر میده اصولا. خب من همیشه نگاهم به این موج های فناوری اینطوری بوده، این مثاله همیشه تو ذهنم هست که ممکنه مثلا امروز روزنامه نگاری کاغذی تموم شده دیگه. یعنی واقعیت چونه که الان روزنامه کاغذی دیگه معنی نداره که تو هر روز صبر کنی ساعت 8 صبح یک روزنامه‌ای بیاد بیرون و تو بخونی بخوای ببینی که چه اتفاقی افتاده. در لحظه اخبار در دنیا داره منتشر میشه با بالاترین تحلیل‌ها. برای همین روزنامه کاغذی شده بیشتر یه نوستالژی، یک حسی که بعضی ها همچنان دوست دارن که احساس بکنن و داشته باشن. حضور هوش مصنوعی به نظر من این موج‌ها رو ایجاد خواهد کرد. یعنی خیلی از اون چیزهایی که امروز نیازه بیشتر یک خاطره یا یک کار فانتزی یا یک شرایط خاصی براش ایجاد میشه و خیلی از این پدیده ها رو روتین میشه واگذار کرد به فناوری. من هیچ وقت نترسیدم از این موج ها اصولا و به نظر من لایف استایل ما رو تغییر میده، لایف استایل کسب و کارها رو عوض میکنه. ولی تهش همیشه به این باور دارم که تحلیل و هوشمندی انسان
درسته که الان درباره نسل‌های بسیار بالایی درباره هوش مصنوعی دارم صحبت می‌کنم، در حدی که من به صورت یه آدم عوام دارم می‌خونم، ولی فکر می‌کنم همیشه جایگاه تحلیل و هوش و ذهن انسان باقی خواهد موند، ولی این انسانه که بلده که چه جوری جایگزین بکنه این فناوری‌ها رو با تکنولوژی‌های گذشته. و تاکیدم اینه که خیلی چیزا تغییر خواهد کرد، مثل همون ماجرای نقاشی یا عکاسی، نیازش تغییر می‌کنه، الگوش تغییر می‌کنه. ممکنه پزشکی و پزشکان یک رویکرد متفاوتی رو داشته باشن، یک کار متفاوتی در فرآیند درمان انجام بدن و بخشی از کاری که امروز داره انجام میشه رو این فناوری‌ها بعد انجام بده. من نمی‌ترسم، ولی اعتقاد دارم که لایف استایل‌های بسیار لرزانی داریم، یعنی همه چی پیوسته داره تغییر می‌کنه و آدم‌هایی که گشوده به تغییر نباشن، به نظر من سرعت تغییر اینقدر بالاست که خیلی سورپرایز خواهند شد و خیلی شوک‌آور براشون خواهد بود. بهتره که باز باشیم نسبت به این تغییرات. این هوش مصنوعی در این حال که بسیار منافع داره برای ما با خودش به همراه میاره، یه چند تا چیز خیلی جذابم داره. انسان بودن رو داره ارزنده‌تر می‌کنه، یعنی همچنان ممکنه که یه تحلیل و کامپیوتر از پزشک بهتر انجام بده، ولی همچنان اون ربات نمیتونه هم دردی بکنه، نمیتونه یه دستی به سر روی برای همین میگم یعنی نقش انسان تغییر میکنه، ولی به معنی جایگزینی نیست. یک سری مسئولیت ها واگذار میشه، ولی بالاخره ما تهمون جایگاه انسان به نظر من باقی خواهد بود. من خیلی نگران نیستم و به نظر من باید گشوده بود به این تغییرات همچنان متعرض. خیلی هم عالی. من دوست دارم همچنان با هم گپ بزنیم، دنبال بهانه‌اش می‌گردم. حالا تا بهانه‌اش دور بشه، من بازم دوست دارم از شما تشکر بکنم، چون اعتقاد دارم شما سطح دانش عمومی رو به بهترین نحو در حوزه اقتصاد ارتقا دادید و این خیلی عالیه. و وقتی شما رگباری کانتنت رو دید می‌کنی، ممکنه دو تاش هم مطلوب منم نباشه، اصلا شاید شما خودتون در طول زمان نظر خودتون نسبت به گفته خودتون هم تغییر پیدا کرده باشه. ببین خیلی نکته خوبی داری میگی. من همیشه اعتقاد دارم آدمی که زنده است و آدمی که روبه جلوه باید تغییر کنه، باید اتفاقا حرفش هم تغییر بکنه کلا. من ممکنه که خیلی از حرفایی که 2 سال گذشته گفته باشم، 3 سال گذشته گفته باشم، امروز بهش باور داشته باشم، نگاهم درباره بعضی پدیده‌ها تغییر کرده. اتفاقا این نشانه روبه جلو بودن یه انسانه که نگاهش عوض میشه، یعنی تغییر پیدا میکنه، هم عوامل عوض میشه، هم بالاخره ورودی های ذهن من داره تغییر پیدا میکنه، چیزهای جدیدی داره بهش وارد میشه که من نگاهم عوض میشه. برای همین به نظر من یک سری این قاعده هایی که در نظام ارزشی ما همچنان وجود داره، مثل اینکه آقا حرف مرد یکیه، اصلاً حرف مرد یکی نیست. مرد اتفاقا کسیه که تغییر کنه، تغییراتش هم ابراز کنه، بگه آقا به این دلایل من این تغییرات رو تو نگرشم، تو بیانم داشتم. تو اون حوزه هم که داری میگی، واقعیتش اینه که همه به من میگن که تو چجوری پرسونال برند کردی. من خیلی دوست دارم اینو بگم که من واقعیتش اینه که پرسونال برند نکردم. من فقط یه چند تا قول به خودم دادم وقتی که شروع کردم محتوا ایجاد کردن. یکی این که هر چیزی که میگم در اون زمان بهش باور داشته باشم. برای خوشایند کسی یا برای اینکه کسی بدش بیاد چیزی رو ابراز نکنم. ممکنه اون چیزی که میگم بعداً نظرم عوض بشه، ولی در لحظه حتما صادق بودم با محتوایی که ایجاد کردم. یعنی اینو مخاطب میفهمه، میفهمه که این چقدر خودتی و چقدر داری ادا در میاری، داری برای خوشایند یک جریانی کار میکنی. ممکنه خیلی موقع سکوت کردم، دلالش هم میدونیم همه ایم. ما داریم توی جامعه زندگی میکنیم، بسیاری از مواقع باید سکوت بکنیم، ولی اگر چیزی گفتم بهش باور داشتم، حتما بهش باور داشتم. و به نظرم مهمترین کانسپت پرسونال برندینگ اینه که ادای کسی رو در نیارید، خودتون باشید. یعنی این خودتون بودنه معجزه میکنه به نظر من. و من واقعا فقط همین خودم بودم و فکرم میکردم وظیفه من اینه که سطح آگاهی عمومی رو توسعه بدم. خیلی موقع ها به من خورده گرفتن که آقا تو خیلی دیگه عوامانه صحبت میکنی، این خیلی دیگه پوپولیستیه، ولی من فکر میکنم مفاهیم رو به ساده ترین زبان ممکن بیان کردم برای اینکه دیگران بفهمن. هنره. رسالت اجتماعی ماست و اتفاقا یه جورای هنره اصولا. وگرنه به زبان پیچیده اقتصاد سنجی و مدل های اقتصادی و نمیدونم این مفاهیم صحبت کردن تا یه حد خیلی کمی بلدم اصولا، ولی واقعش اینکه فکر میکنم رسالت ما اینجا این نیست. بله من توی شرکتی وقتی دارم مثلا درباره همبستگی متغیرهای داخلی شرکت با متغیرهای محیطی صحبت میکنم، مجبورم که از سطح بالاتری از مفاهیم اقتصادی استفاده کنم، ولی جاش اینستاگرام و توییتر نیست. اونجا اینه که شما بتوانید به زبان ساده حرف درست به مردم بزنید. یعنی این اون کاریه که شاید تا یه حدی تونستم توش موفق بشم.
این که فوق العاده است، همون مفهوم تمامیته که ما سعی می‌کنیم اونطوری زندگی بکنیم و یه سری انگاره‌های غلط و اشتباهی اومده وارد زندگی ما شده. مثلا همین که بهش اشاره کردیم، مثلا حرف مرد یکیه. اولا مرد و زن دیگه الان که باید احترام ویژه‌تری برای بانوان در نظر بگیریم. بعد همین که حرف تو میگن تغییر نده، حرف مرد یکیه، منظور اینه که حرف و عملت یکی باشه، نه اینکه حرف تو تغییر ندی. آره. وقتی میدونی غلطه، وقتی دانشت بیشتر شده، وقتی میدونی که عواملی که توی اون نقل قول، توی شکل گرفتن اون کلام بوده تغییر پیدا کرده، باید تغییرش بدی. موضوع از این که حرف مرد یکیه، کاش که بگن حرف زن یکیه، الان اینه که اون چیزی که بهش متعهدی رو متعهد بمونی، اگرم قراره که تغییر پیدا کنه اعلامش بکنی و آگاهانه این کار رو بکنم. واقعا جنبندی من اینه که یه مقداری یواشتر، یه مقداری رهاتر و شوده به یادگیری باشیم. به نظر من دنیا خیلی خیلی چیزها داره که ما هنوز یاد نگرفتیم. و همیشه من یک موضوعی دارم وقتی بحثای رقابت پیش میاد. ببینم امیر حسین، من استراتژیم در حوزه کسب و کار خودم همیشه استراتژی اقیانوس آبی بوده. یعنی چی؟ یعنی رفتم حوزه هایی رو پیدا کردم که بکر بوده، کسی اونجا حضور نداشته، به خاطر اینکه اعتقادم این بوده که انقدر کار نکرده تو این مملکت وجود داره که لازم نیست وارد استراتژی اقیانوس قرمز بشی، بری بجنگی با آدم‌های دیگه برای اینکه سهم بگیری از یک رقابتی، از یک بخشی. واقعاً خیلی مملکت هنوز بکره، خیلی ایده‌های نوآورانه میشه ایجاد کرد که یک ارزش تازه، یک مفهوم تازه رو ایجاد بکنی. و با همه‌ای که کار می‌کنه، با آدم‌هایی که کار می‌کنه و دنبال این کسب و کارهای جدید هستم، میگم واقعاً از رقابت دوری کنی تو ایران، خیلی کارهای جدیدی میشه کرد. و استراتژی اقیانوس آبی به معنی ایجاد یک نیاز تازه در مخاطب، ایجاد یک مفهوم تازه که تا قبل از این اصلا وجود نداشته، معجزه میکنه. یعنی من فکر میکنم خود تو هم با شناختی که ازت دارم در سالهای گذشته اصولا همیشه تو استراتژی اقیانوس آبی بودی، یعنی چیزهایی خلق کردی که اصلا محیطش رقابتی نبوده، بخاطر اینکه اصلا نبوده، یعنی اصلا نیازه نبوده، تو رفتی نیاز رو تعریف کردی. و این به نظر من هم در سطح جامعه خیلی معنی داره، یعنی ارزش‌های جدیدی داره ایجاد می‌کنه، هم در سطح بیزینس یه هوشمندی پشتش وجود داره که شما تایم تو مارکتتون، سرعت رشدتون خیلی بالا میره، به خاطر اینکه خودتون رو مفهوم جدید. و اینم خیلی بهش باور داشتم در همه این سال‌ها که تلاش کردم که این استراتژی اقیانوس آبی رو تو بخش‌های مختلف زندگی جاری کنم. به من خیلی کیف داد. نه حرفی دیگه مونده؟ نه، به نظر من گپ خوبی بود. امیدوارم که یه تلنگر کوچیکی بوده باشه برای آدم‌هایی که اینو گوش میکنن و به نظر من این تلنگرها تجمیعش منجر به توسعه میشه دیگه. به نظر من همینطوره. بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، ما در ستایش استمرار یادگیری صحبت کردیم که مزایاش مشخصه. یعنی اگه شما تو مسیر موفقیت بخوای حرکت بکنی، قابل اعتمادترین کاری که میتونی بکنی که بدونی همیشه باید یاد بگیری. یادگیری خودش اینکه چطوری همیشه یاد بگیری مسئله است، یعنی اینکه آیا همیشه باید کتاب بخونی، درسته، ولی ما منابع دیگه هم برای یادگیری داریم. اینکه شما در معرض قرار بگیری، آگاهانه بری از جامعه یاد بگیری، نه که به تحمیل بشه، آگاهانه از پدر و مادرت یاد بگیری، به تحمیل نشه، تو مدرسه هم همینطور و تو محیط کارم همینطور. بعد یکم در مورد مفاهیم مختلف و اشتباهات رایج اقتصادی صحبت کردیم. اینکه ثروت درزش نیست. مهمترین شاید از نظر من هم همین بوده که ما به اشتباه ثروت رو در تقابل با اخلاقیات میدونیم، در حالی که اگر ثروت از راه درستش تأمین شده باشه این اخلاقیاته. چون اون ثروت برای اینکه خلق بشه حتما یه عالم آدم دیگه هم ازش بهره بردن. ما در نکوهش راه‌های غلط صحبت می‌کنیم، ولی ثروتی که از راه درست خلق شده این بسیار بسیار پسندیده است و این اخلاقیاته. و اگر شرکت‌های بزرگ رو می‌بینید یا حتی سوپرمارکت سر کوچه‌تون رو می‌بینید دارن این کارو درست انجام میده، همیشه باید قدردانش باشی، چون این نون داره میبره سر سفره بقیه. ما در مورد مفهوم کیک اقتصادی صحبت کردیم، میشنویمش ولی خیلی هنوز نمیدونن چیه. این یه کیکیه که اگر یه تیکه ازش من بردارم فکر کنم سیامک و بچه‌ای که اینجا یه تیکه رو از دست میدن، در حالی که اینطوری نیست. ما همش باید تلاش بکنیم این کیک رو بزرگتر بکنیم که این مفهوم رشد اقتصادی به زبان ساده، این رشد باید به وجود بیاد تا فقر از بین بره، تا کیفیت زندگیمون بیشتر بشه، تا بتونیم پاسخگوی
روش جمعیت باشیم. و این روش چطوری اتفاق میفته؟ این ثروت که خلق میشه نریم باش کیف کنیم مثلا پادشاه قدیم یا مثلا سرمایه‌گذاری مبلغ بریم رای جمع بکنیم باهاش. این سرمایه باید برگرده بشه دوباره کارخونه، بشه علم دانش که این کیک رو اینطوری بزرگتر میکنه. و مهمترین شاخصه جایگاه کشورات از چه نظر بهش اشاره کردیم؟ همچنان دیگه، یعنی مهمترین شاخصی که ما کشور رو رنگ میکنیم مفهومی به نام تولید ناخالص داخلی که به زبان خودمانی میشه همین سایز این کیک، کدوم کشور کیک بزرگتری داره و نرخی که سالانه این کیک داره بزرگ میشه که بهش میگیم رشد اقتصادی، که مهمترین رنکینگ اقتصادی کشور رو همچنان همینه. واقعا جذاب بود. و یه موضوع خیلی مهم دیگه، پیش بینی با پیشگویی فرق داره. پیش بینی کار متخصص، لزوما هم اتفاق نمیفته، پیش بینیه. پیشگویی هم میتونیم بریم پیش رمال، کار رمال. و من فکر کنم که هدف این پادکست اینجا تیکش خورد. من مطمئنم خیلی از این گفتگو یاد میگیرن، یه تلنگریه براشون و تو مسیر خوبی قرار داشتن. من واقعا لذت بردم. ممنون از وقتی گذاشتی. مرسی بچه. خب امیدوارم که از این پادکست لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. خیلی خوشحال میشم اگر ما رو سابسکرایب کنید، به بقیه پیشنهاد بدین و برامون کامنت بذارید. منم قول میدم که تمام کامنت ها رو پاسخ بدم. بریم برای برنامه بعدی با یک موضوع جذاب دیگه و با یک مهمون ارزنده دیگه.